تیراندازی دزدان مسلح در منطقه 500 فامیلی کابل، درگیری شدید میان افراد یک فرمانده جهادی و یک عضو سنا در تخار، و در پایان تب داغ عیدگردی در هرات فاجعه انسانی در راه است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. کشته شدن 12 نفر در درگیری میان افراد یک فرمانده جهادی و یک عضو سنا در تخار. در درگیری مسلحان میان یک فرمانده جهادی و یک عضو مجلس سنا افغانستان در تخار 12 نفر کشته شدند. به گزارش سپوتنیک، به نقل از سلام وطندار، یک بزرگ قوم در ولسوالی کلفکان تخار گفته است که در یک درگیری میان افراد مسلح مولوی عبدالوهاب عرفان، نماینده این ولایت در مجلس سنا، و خیر محمد تیمور از فرماندهان جهادی وابسته به حزب جنبش ملی جنرال دوستم 12 تن کشته شدند. با گفته او، همه کشته شدگان این رویداد افراد آقای عرفان هستند و زنان و کودکان نیز در میان آنان شاملند. این درگیری پیش از چاشت یکشنبه 4 جوزا در روستای قرقصای ولسوالی کلفگان این ولایت رخ داده است. در این حال خیر محمد تیمور دست داشتن افرادش در این درگیری را رد می کند و می گوید که در کلفگان نیست و افراد مسلح نیز ندارد. دیدگاه مولوی عبدالوهاب عرفان عضو مجلس سنا در این باره به دست آورده نتانستیم. اما خلیل اسیر، سخنگوی پلیس تخار، با تایید این خبر میگوید که در این درگیری 9 تن از هر دو طرف کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. آقای اسیر میگوید که پلیس برای بررسی جلوگیری این درگیری به ساحه رفته است. تیراندازی دزدان مسلح در منطقه 500 فامیلی کابل. در تیراندازی دزدان تفنگدار در منطقه 500 فامیلی کابل یک زن جان باخت. گواهان رویداد میگویند این رویداد روز گذشته هنگام رخ داد که دزدان تفنگدار دست به تیراندازی زدند. این زن 36 سال داشت و از او 5 فرزند به جا ماندند. کوچکترین فرزند او 40 روزه است. بستگان این زن حکومت را در تامین امنیت و جلوگیری از دزدی‌های مسلحانه انتقاد می‌کنند. فیصل حمیدی، داماد این زن جان باخته، گفت برای دولت بسیار جای شرم است که ساعت 2 پس از چاش و در روز روشن چنین یک حادثه اتفاق می‌افتد و عامر عوضه یک ذره احترام به یک شخص و یک انسان ندارد که خودش شخصاً به اینجا به ساحه رویداد بیاید. عبیدالله فیضی از نزدیکان این زن جان باخته نیز افزود چوکی عامر صاحب عوضه از خون یک شهید بهتر است. ما از حکومت، وزارت داخله، فرماندهی پلیس کابل فقط عدالت می خواهیم. از سوی دیگر دزدان پول های یک دکاندار را در امن ترین بخش کابل در کنار جاده 13 وزیر محمد اکبرخان نیز دزدیدند. عبدالواسه مالک این دکان می گوید که وقوع این گونه رویدادها در بخش محافظت شده کابل برای حکومت خجالت آور است. همین حالا روزانه پلیس به ده ها دزد را گرفتار می کند، اما پلیس می گیرد، سارنوالی تحقیق می کند، اما محاکم رهایشان می سازد. اما وزارت امور داخله می گوید که جرم های جنایی نسبت به گذشته کاهش یافته است. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله، در یک ماه گذشته نزدیک به 170 تن از مجرمانی را که در پیوند به سرقت، قتل و سایر موارد بودند آنان را بازداشت کردیم و پرونده هایشان رسمی شده است. تعهد لازم برای مبارزه با پدیده جرم و مجرمین وجود دارد. پیش از این وزیر امور داخله گفته است که در هر حوزه امنیتی که رویداد جنایی به ویژه قتل های هدفمند صورت بگیرد، عامر آن حوزه برکنار خواهد شد. تب داغ عیدگردی در هرات فاجعه انسانی در راه است. بسیاری از ساکنان هرات در غرب کابل کرونا را جدی نمیگیرند و در روزهای عید همچنان به دیدن اقاربشان رفتند، به مهمانی ها و مکان های تفریحی مصروف هستند.
این قشر از هراتیان به توصیه های صحی مبنی بر عدم گشت و گذار در روزهای عید به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کرونا اعتنای چندان ندارند. اما مسئولان صحی هرات نگران بروز فاجعه انسانی به دلیل شیوع بیشتر کرونا در این ولایت هستند. تا یک هفته گذشته آمار مبتلایان به کرونا جهش فوق‌العاده یافته است. آمار صحی هرات نشان می‌دهد که حالا آمار مبتلایان به کرونا به بیش از 17 تن افزایش یافته است و از این میان تا روز یکشنبه 4 جوزا 35 تن جان باختند. احتمال آن بلند است که شماری از فوتی‌های کرونا زیاد و در عین حال ثبت نشده باشد. قیود روزگردی عملی نشد. اداره محلی هرات اعلام کرده بود که پس از ادای نماز عید قیود روزگردی به گونه جدی عملی می شود، اما در روز عید هراتیان همچنان آزادانه به گشت و گذار ادامه دادند. محمد رفیق شیرزای سخنگوی صحت عامه هرات به خبرگزاری افق می گوید که گشت و گذار در روزهای عید شیوع کرونا را بیشتر می کند و بحران کرونا نیز عمیق‌تر خواهد شد. و از مردم می خواهد که نکات صحی را مراعات کنند و در خانه هایشان بمانند. مساجد عفونی شدند. کمیته ضد عفونی ریاست مبارزه با کرونا هرات، عیدگاه گازرگاه، مسجد جامع بزرگ هرات، خرقه مبارکه و شمار دیگری از مساجد و عیدگاه های مشهور هرات را قبل از برگزاری نماز عید ضد عفونی کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده دیده می شود که کارمندان هرات امبولانس برای شماری از نمازگزاران ماست نیز توزیع کردند. به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا نماز عید در فضای باز برگزار شد و در برخی از مساجد و عیدگاه‌ها نیز فاصله میان نمازگزاران مراعات شده است. در 60% خانه‌های هراتیان بیماری کرونا وجود دارد. سید وحید قتالی والی هرات بارها خواسته است که هراتیان را متوجه خطرناک بودن ویروس کرونا بکند، ولی تاکنون کمتر کسی حرفای والی را جدی گرفته است. او همچنین گفته است که دست کم در 60% خانه های هراتیان بیماران کرونا وجود دارد و مردم باید روزهای عید از گشت و گذار جلوگیری کنند. او افزوده است که از تمام قوت برای جلوگیری از گشت و گذار باشندگان هرات در روزهای عید استفاده خواهد کرد. جمعیتی که از کرونا نمی ترسند. بازار شاید در مورد ویروس کرونا همچنان در هرات گرم است. شماری از باشندگان هرات کشنده بودن کرونا را دروغ می دانند و بعد این باورند که حکومت به خاطر جلب کمک های خارجی آمار بلند مبتلایان به کرونا را اعلان می کند. این قشر مدعی هستند که در مراکز درمان و مراقبت از بیماران کووید 19 در هرات افرادی که علائم کرونا ندارند بستر هستند و روزانه پول به خاطر بستر شدن خود را از حکومت میگیرند. غلام محمد یک تن از باشندگان هرات میگوید اصلا کرونا در هرات نیست. ما 500 فامیل هستیم و هیچ کس از ما کرونا نگرفته و کرونا داشتن دروغ است. اگر کرونا هست کسی برای ما نشان بدهد. تداوم بی‌پروایی مردم در قبال ویروس کرونا تبعات منفی در پی خواهد داشت. مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات به خبرگزاری افق میگوید که بیم وقوع فاجعه انسانی به دلیل بی‌پروایی باشندگان هرات در قبال کرونا وجود دارد. او می‌افزاید متأسفانه مردم ما کمتر کرونا را جدی گرفتند و متأسفانه ما روزهای بعدی در پیش داریم و باید همگی ما کرونا را جدی بگیریم. در کشور ما امکانات درمانی کم است و اگر آمار مبتلایان بیشتر شود فاجعه رخ می دهد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.